بنامان که شعر جهان را سرود. با درود در ایوان کاخ بلند دره دری با شما هستیم. این بار باز هم میزبان یکی از همزبانان ما بانو شهادت امانزاده که از شاعران جوان تاجیکستان است، با پاس همزبانی و همفرهنگ بودن که دارای تاریخ مشترک گذشته نیز هستیم خواهیم بود. همراه من باشید. بانو شهادت امانزاده از شاعران جوان تاجیکستان است. او در سال 1983 میلادی زاده شده است و در دانشگاه دولتی خوجند در رشته سخنشناسی زبان و ادبیات به فراگیری دانش پرداخته است. تا اکنون شعرهایش هم در هیئت کتاب و هم در نشریه ها با چاپ دیدار کردند. شهادت امانزاده شعر را در قالب های مختلف تجربه می کند و با غزل بیشتر گرایش دارد. سخنانش را از دریچه صدای خودش نگاه می کنیم. من در یک وادی از اینجا خیلی دورده است، یعنی در پنج کینت باستان به دنیا آمدم و این موضوع خوردکه کم باشد در یک فضای شاعرانه و یک فضای فرهنگی به خودش خاصی دارد و مردم این دیار به شعر نگاه مخصوص دارند، به ادبیات نگاه مخصوص دارند، زیرا این دیار استادان بزرگی نظم است و مثل استاد رودکی و تا استاد امروز تا استاد لایق و از این دیار بسیار شاعران معروف بیرون آمدند، تربیت یافتند. خب در چنین موضع زندگی کردن و دعوای شاعری کردن خیلی گران است، زیرا روح بزرگ این استادان امکان نمیدهد که هر کسی سر بالا کند به دعوای شاعری. خب من در خانه بابای رسیدم که مادرم از کودکی به خواندنی، خب در احاطه افسانه و شعر و سرود بابای رسیدم، مادرم ترانه می سرودند و من از شنیدن ترانه های مادرم بهره می گرفتم و آیست آیست در دوران در دبستان خواندنم به گفتن یک شعرگونه های کودکانه آغاز کردم و وقتی که بعد از ختم دبستان به آموزشگاه آموزگاری است امروز به نام استاد لایق، وقتی که در آنجا دانشجو بودم، خب یک نظری جدی به شعر نگاه کردم و یک تکانی بود، شاید فضای آنجا، شاید سن و سال جوانی عموما سبب بود که در آنجا جدی به شعر مشغول شدم و باز پس از آنجا آغاز گرفت. خب شعرهای من زیر تاثیر تربیت استادان عزیزم در آنجا، استاد رفشن همراه، خب عبدالسید یونسیان، خب شروع شد و شعرهای کودکان آنقدر روان مرا اون وقتا در کتاب های دست جمعی از به مثل 15 برگ، غنچه های امید و امثال اینها چاپ می شد و به همین تازگی من سال 2010 در از بس که ناحیه ما، شهر ما به حوزه خوجند داخل است، در آنجا کنفرانس ادیبان جوان خوجند برپا شد و در آنجا ما اشتراک داشتیم و از آن کنفرانس ما خب تفسیر گرفتیم به کنفرانس ادیبان جوان جمهوری و در بین یک چند جوانان همچنین سال این کنفرانس ادیبان جوان جمهوری سال 2012 برگزار گشت و در آنجا با دستگیری استادان عزیز، البته با لطف آنها، با عضویت اتفاق پذیرفتن و همچنین کتابی خوب پذیرفته شدم و کتاب اولین من پس از همون کنفرانس ادیبان جوان خوجند با دستگیری حکومت خودی خوجند با نام پرواز در قفس کتاب دویومم چاپ شد این سال 2012. خب کتاب اولینم با نام پیراهن نور سال 2009
در نشریات ادبی به چاپ رسید که با سرسخن استاد عزیز فرزانه. و البته برای عموماً برای مردم شرق که زادگان عشقند، زادگان نورند، شعر ادبیات یک نقطه اساسی است. و وقتی که میگوید که خداوند زیباست و زیبایی را دوست می‌دارد، چی در سخن، چی در رفتار، چی در سیما و چی در عموماً هر چیزی زیبا است در آن نور از خداوند است. و سخن زیبا به فکر من این شعرم هست. و خصوصا وقت که میگن وظیفه زن بزرگ است، اما همیشه بیشتر وقت پس پرده ها میماند. و ما که زادگان عشقی، من که همچون زن زاده عشقم و میراث من به آینده عشق خواهد بود. من قطره ز شبنم صبح بهاریم، صد رود جاری است در آینه کاریم. خار است شوق دیدنم از بی خیالیت، یادی تو است نم نم چشم خماریم. من هم نشین گل بودم اما ز دست تو، ای آفتاب دور زرازیر جاریم. دیروز پیک ابر شنیدی که گفتمش، ماه هست شاهدی شب چشم انتظاریم. در غم سواد کهنه و نو نیست جان من، دیوان صد دل است در این بیقراریم. دارد حجاب نور و جلا داغ حسرتم، ناکامی هاست در سبد کامگاریم. عمرم به پای لحظه روان است ای عزیز، عشق است در مسیر زمان یادگاریم. این البته سهمی تمام زن از یعنی برد و باخت زن، اذیت زن، کارنمایی های زن همیشه زیاد زیاد از نظرها دور است. ولی وقتی که زن به زمی که خودش آفرنده زیبایی است و خودش زیبا است، باز شعر در زبان او رسالت دیگر پیدا می کند. اصلا فکر می کنم که شاعر پس جستجوی موضوع یا وقت یا اینکه چگونگی شعر یا در چه قالب بودن شعر نیست، تا اون اندازه که می دانم. و همیشه استادان تنقید میکنن که خیلی کم میگویی. در واقع من همون وقتی که سرشار میشم از عشق، از شعر، و عمر مجبور میکند که وقتی که در سری من پخته میشود، مجبور میشم که قلم به دست گیرم و کتابت کنم که فراموش نشود. خب در جایی گفته بودم که چون قطره های ابر خیالات پرگره، بر دامن سکوت و نیازم چکیده ای. قلبم چو از وجود تو لبریز می تپد، با خون من بر روی ورق ها دویده ای. ای شیر آنچنان به غمت خو گرفتم، کشقی تو از محبت دنیا مراره بود. این تو تویی که بی خودی بر من نوشته ای، ورنه گناه و دفتری غربت زمن نبود. ایجاد هر نفس همه ره یافتن به توست، از توست تولید دل و پس انتهای من. نبود دیگر مقام مرا غیر زینه ها، ناجا اگر رهیست ببخشد خدای من. و استاد بزرگ میگویند که تاریخ استاد بزرگ سختگیر است. و راست درست است که از دل به دل راهی است. وقتی که شعر از دل آدم می روید و حتما به دل می رسد. خب در بین جوانان، در بین ما امروز من می بینم که بسیار جوانان ما جا می کنند سوی ادبیات. ایجادکارای ما هم در نظم هم در نثر اصحاب جوانان خیلی روزافزون است. و من همچون یک ایجادکار جوان از تاجیکستان
خیلی میخواستم که پیوند دوستی داشته باشم با ایجادکاران، با جوانان افغانستان. ما میخواستم یک ارتباط داشته باشیم، آگاه باشیم از شعر امروز افغانستان، از جوانان ایجادکار افغانستان. زیرا بین ما حتی همون دریای هم هیچ چیزی نیست. وقتی که پیوند دلها هست، وقتی که پیوند بزرگ دلها هست، یک دریا به فکر میکنم چیزی نیست. و از همه آنها، از همه جوانان ایجادکار افغانستان خواهش میکردم که خب به طریق اینترنت خب با هم اقلا یک رابطه ای داشته باشیم. در 20 سالی که گذشت، شعر معاصر تاجیکستان تجربه های زیادی را از سر گذرانید و اکنون شاعران خوبی در این حوزه زبان فارسی حضور دارند که هر کدام ویژگی های خود را در سرودن شعر دارند، اما بیشترین این شعر از نگاه تصویر و موضوع طبیعی و صمیمانه احساس می شود. شاعران جوان این حوزه زبان فارسی نیز حس و حال صمیمانه و طبیعی خود را دارند. اینک باز هم از این دریچه می نگریم. من نمیدونم سبب چی باشد. خب وقتی که افغانستان در پهلوی ما هست، هم نبض ما هست، خیر این هم زبان و هم دین و هم سایه بودن ما، این خود پدیده قدیمی است، ولی امروز ما هم نبضیم. و من بسیار تاسف میخورم که ما از ادبیات ایران آگاهی داریم، گرچند که ایران از ما خیلی فرسخا دور است، ولی از ادبیات افغانستان عزیز که همگی یک چند ساعت یا اینکه دقیقه از ما دور است، ما خبری نداریم و این باعث تاسف است. البته خیلی ادبیات امروز تاجیک هم مثل یک چشمه خشک نشونده است. خب بد است، خوب است، نیک است، بهترین است، یا اینکه خب برنگ خودش این دریا جریان دارد و هر یک ما عضو این قطره در این دریا هستیم. و از ایجادکاران امروز تاجیکستان من میخوانم، از استادای بزرگ، من پیشه که گفتم استاد فرزانه خوجندی، از خانم ها، از ادیبه خوجندی میخوانم، از استاد گل رخسار، از استاد مهری نیسا، استاد کمال و استاد آذر، از خطلانانوکس و همه اینها مکتب های دارن که البته آموختنی است و که ابتدا میگیرد از ادبیات عالم شمول فارسی ما. و من کوشش میکنم که در دوام گفته های اینا سزاوار نام شاعری باشم. البته برای این خیلی فرسخ ها را فرمودن لازم است. خب میگن شعر مال احساس است. شاعر میتواند امروز شعر گوید و پگاه شعر گوید که به مقابل گفته امروز است. یعنی شعر تحلیل یک لحظه، یک حالت. خب گاهی میشود که در حالتی ندانم، شعر در حالت غمگین بودن من در بجستجوی من می آید، یا در حالت خرسند بودن من بجستجوی من می آید، که همیشه من به استقبال او شاد هستم. من سفری داشتم به ایران، سالای دانشجو بودنم به خب دانشگاه فردوسی شهر مشهد، در آنجا 2 ماه بودم. بعد از این شاعرایی که دوست می‌دارم از شاعرای معاصر ایرانی، شاعرای ایران عموما، آغاز می بود از نیما یوشیج، نادر نادرپور، فروغ فرخزاد، سیمین بهبهانی. خب همه اینها برای من پسند هستند و تا اندازه چیزی که دسترسی من بود من آموختم. و البته خیلی جالب است وقتی که در کتاب آنها رو به دست میگیری، وقتی که شعر آنها رو میخوانی، انسان خودش رو در یک عالم خیرت و زیبایی تصور میکند. خب بلند بودن رسالت شعر رو احساس میکند. میدانم که در تاجیکستان نمونه ادبیات امروز افغانستان چاپ شد،
من شنیدم در این باره شده بود، ولی متاسفانه من کتاب دسترس کردن نتوانستم. وقتی که من افغانستان میگویم، حتما پیش نظر من خب احمدزایی، خب بخاطر میاد خلیل الله خلیلی اینا. لیکن گرچنده که من به افغانستان سفر نکردم و افغانستان را حتی فقط در تصورات، فقط در نقل و فقط در یادداشت‌های دیگران میشناسم، چیزی که من را به وجد میارد این فرهنگ دوستی خلق افغانستان است. وقتی که ما میشنویم، همون روزی که من خودم را میشناسم و درباره افغانستان میشناسم، اونجا همیشه جنگ جنگ جنگ، خونریزی جنگ. لیکن آفرین به مردم افغانستان که در میان این همه جنگ و توپ و تنگ و آتش و فرهنگ خودشان مثل یک انسانی که فرزند خودش حمایت میکند، حمایت کردن و گذشتگان، میراث گذشتگان خودشان حمایت کردن و از خود امروز هم سهم میگذارند، این بسیار باعث افتخار است. خب وقتی که از طریق تلویزیون صحبت کردنی هم مردم عادی افغانستان میشنوی، آدم به حیرت میآید، فکر میکند این چقدر دولت جنگ زده است. میگن دولت جنگ زده، وقتی که دولت جنگ تصور میکنی، فکر و اندیشه آدم از ادبیات و از همه این چیز حتما دور میرد. آدم زنده ماندن خودش، زندگیش، فرزندش، پدر و مادر خودش فکر میکند. لیکن من میبینم که در بین این همه زد و خورد و نبرد مرگ و زندگی، باز ادبیات میشکوفد، باز گلهای عجیب خودش پهن میکند. و من امروز که افغانستان شکر خدا خیلی روز از روز آرام شده ایستاده است، من میخوام جوانا به همدیگر دست دراز کنند، یعنی پیوند دل داشته باشیم، که البته برای آینده ادبیاتی ما بسیار زمینه های خوب خواهد گذاشت. و من اطمینان دارم که روز از روز باز هم زیباتر و باز هم شکوفاتر می شود باغ ادبیات این مملکت. و برای اینکه اینقدر زیبا است، قدرت سخن، قدرت بلندی سخن، قدرت زیبایی سخن، دیگر تمام قدرت ها رو حتما پخش می کند. تاریخ به این گواه است، وقت زمان به این گواه است و آینده نیز گواه خواهد بود. من اطمینان دارم. شعر هم مثل یک چشمه ای است که پنهان نمی شد، از گوشه حتما می تراود و من به نگاه می رسد. و امروز من در بین جوانان ایجادکار تاجیکستان خیلی دوستای زیاد دارم و میگویند که زیبایی سرحد ندارد، محبت هم سرحد ندارد. خب برای مثال وقتی که عاشقانه میخواند با یک زبان بیگانه، و حتما برای شما گوارا خواهد بود، برای اینکه وقتی که ما از عشق، از زیبایی سخن میگویم، و حتما از عمق دل ما برمیاید و حتما دل دیگری را تصرف میکند. گاه با عشق اگر چشم و دلم مینازد، دم دیگر برای هم دام گناه میسازد. آدمی رازی چه آهنگری پیری هستی، گاه به آتش زند و گاه به آب اندازد. بین دو راه دلابی همین خصلت ماست، دود از آتش خیشی همین قسمت ماست. چار سمت آینه راز الهی، اما خیره بر غفلت خیشی همین تینت ماست. نبود چک و کسی را، همه را دست خداست. او که هم خالق و هم مالک هستی و فناست، لیک اگر کوزه و بندی رسن افکنده برا، تشنه لب در لب چاهی گناه خود ماست. تا که از بیمی خطر پای به زنجیر زنیم، خود خطا کرده و تحقیر به تقدیر زنیم. وقت آم است که با باور سرشار از عشق، نامه غصه و اندوه به تحریر زنیم. و
اولین بیت و اولین کلمه هایی که روی این کاغذ ثبت می شوند باید صلح، دوستی، مهر و محبت باشد. و من تمام مردم فارسی گوی دنیا را، تمام جوانان تاجیکستان و افغانستان و ایران و امن همزبان را به وحدت، به دوستی دعوت می کنم. آن سوتر از خیال، آن سوتر از امید، آن سوتر از شب و مه و امواج برگ بید، آن سوتر از نوازش خورشید صبحگاه، آن سوتر از سفید، آن سوتر از سیاه، غرق اندرون بوسه باران و یک گیاه، آن سوتر از هوس، آن سوتر از گناه، بین کدام بیت فراموش دفترم پشت نبرد نیک و بدی مهر و باورم، چون راز در سکوت، چون شوق در نیاز، چون خوابهای رنگ درون دو چشم باز، بیرون ز قدرت منو تصویر کردنم، دل را به حرف و حاشیه زنجیر کردنم، شادی کجاست که از غم تو حرف میزنم، ای آشنا به جانم و بیگانه بر تنم، روزی شود که یک نفس از دور بینمد، در چشم وقت خرم و مسرور بینمد، ای در ضمیر تازه ترین شعر برکمال، ای خفته در دو واژه چون عشق بی زوال، امکان یا محال. و واپس این سخنین که من بانیای خیش هم نامم، در اقلیم شما نام من ستاره قرمزی است که تنها در افق شبنامه ها پدیدار می شود. رودخانه ها در بسترهای کهن رو به دریا بار در پویند. خون نیای من قطره های انجماد را از تخمه مردابیان می شمارد. خون نیای من زنگاره حراس پوسیدن را از ریشه همه ارغوان های جهان سترده است. نیای من زخم باستانی خیش را با نوش داروی انتقام خواهد شست. با درود. بدرود.